توسط جایز و ناجایز. جایزش همینه که هر روز عرض کردم عرض میکنم و ناجایزش هم هر روز عرض میکنم. ناجایز اون چرا که شما بندگان و واسط قرار بدید، مرده ها رو واسط قرار بدید، اون چی که در جامعه من شما، جامعه غیر عرب من شما بیشتر رایجه، حتی در میان عرب هم میتونینه، ولی بیشتر در جامعه غیر عرب این توسل ها نادرسته. بینی پیش مرده ها، پیش امام رضا کسی نمیشنمه، نه امام رضا نه بقیه مردگان کسی نمیشنمند، اگه میشنیدن که زنده هن. و آقا امام رضا بر ما شفاعت کن، این چه توسلی؟ این شرک، این شفاعت نیست، و شفاعت هم دست خداونده، دست بشر نیست. لمن یشاء و یرضی قل لله الشفاعت و جمیع، شفاعت همه یه داره خداونده، مالک شفاعت خداونده، بعدم به کسی میده که خودش میخواد، هر کسی که بخواد و راضی بشه، هم به شافع و هم مشهوره. حدیث استسقا، حدیث استسقا دلیل بر اونها نمیشه. استسقا اگر شفاعت توسل مرده جایز می بود، به زنده برای دعا توسل نمی جستن. توسلی که شما بخواید کسی دعا بکنه این درسته، آها برای من دعا کن، این بر این در این شکی نیست که این درسته. و منظور از وسیله در آیه افتقوا الیه الوسیله چیست؟ خودش ذکر کرده. خود آیه کامل بخونی، به قول شیخ الاسلام ابن تیمیه تمام آیاتی را که اهل بدعت ازش استشهاد میکنند، تکمله آیه یا ما قبل یا ما بعد آیه اون رد میکنه. مثلا یک آیه افتقوا الیه الوسیله، آقا ابزار، ابزار جستنیه، بعد چی؟ و جاهدوا فی سبیله، مثال زده. یکی از مثال ها که وسیله برای رسیدن به خداونده جهاد در راه خداست. همه کارهای خیر وسیله برای رضای خداونده، نماز وسیله، ابزار روزه همچنین، جهاد همچنین، علم و دانش همچنین، کار خیر همچنین، علاج کردن مریضا همچنین، برنامه درست گذاشتن همچنین، و صدها و هزاران کار خیر، هر چی کار خیره، اینها وفتقوا الیه الوسیله. یعنی با عمل خیر به سوی خداوند بروید، نه با آرزو و تمنی، نه با مرده پرستی و شرک.